علیرضا عصا، بهروز صفاریان، امید نعمتی، مهراوه شریفی نیا. سلام. به من بگین چقدر انرژی اینجا هست. ما اومدیم کنسرت دیگه در واقع. بچه ببخشید درست. هر اجرا حکم تیر آخر رو داره. اولین اجرا ممکنه آخرین اجرا باشه. ببخشید قطع کردم. بریم یه بار دیگه. سه تا مصبت با هم. متاسفم. اصلا اجرای درستی نیست. شما اصلا استعداد خوندن ندارید. خیلی خوشم اومد. اساس ساخت این برنامه پیدا شدن آدم های مثل شماست. بفرمایید، خواهش میکنم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، میخوایم بریم سراغ یک شباهنگی با حضور شما بهترین ها، نازنین ها، پر انرژی ها. امیدوارم این شباهنگی هم دوست داشته باشید. انرژی که شما میذارید برای ما خیلی مهمه. از لحظه که تشریف میارید میشید عضوی از گروه ما. اونایی که خیلی باحالن تا آخر برنامه میخوان پر انرژی باشن، به افتخار خودشون و بغل دستیشون یه دست باحال بزنن. عالی بود. جامعه ما معمولا این فضا خیلی کمه. خیلی خوب بود، متنوع بود. برنامه خوب بود. دیگه دوستش دارم دیگه چی بگم. خیلی پر انرژی. اصلا با اون چیزی که تو خونه می‌بینی یه فضای دیگه است. من صدامو جز کاندیدا بودم، انصراف دادم. عالی بود. مهمونم که الان ما پرسپولیسیم، ولی خب دوستش داریم آقا ارسلان. من ظاهرم به فوتبالی نمی‌خوره، ولی فوتبال خیلی دوست دارم. استقبالی لباسو نگاه کنید. بعد فکر کنم حقشون بود، هر دو تایشون با هم اوکی بودن. بعد منم پرسپولیسی ام، ولی واقعا خوش گذشت و من اصلا انرژی نیافتاد. نه ترسی ما اصلا من که متوجه نشدم. نه واقعا ترسی ترسونیمش. منم یکم ترسیدم، چون ترسش همون خوش شدنش بود دیگه، اینکه خوش. آره دیگه، هرچی بیشتر به ترس ما بیشتر لذت ببریم. سنجم خوب بود. من دروغ نمیگم، حقیقت رو نمیگم فقط. دو تایمون بیشتر به هم راست میگیم. ما در خدمت شما هستیم. خنده باشه ایراد نداره. آه فهمیدم، یادم اومد. دو تامون رو راست یادم اومد. زندگی هر چی باشه. خب اینجا خیلی اصلا جو متفاوته. اینجا خیلی بهتر بود. خیلی شاد و خیلی خوبه. انشالله که کل جامعه همیشه باشه و ما هم ببینیم تو این شرایط قرار بگیرم و لذت ببریم. سلام به بیننده های عزیز. خیلی مخلصم. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. ممنونم که ما رو تماشا میکنید. امیدوارم این شباهنگی هم دوست داشته باشید. ما سعی میکنیم که از نظراتتون بهره ببریم در حد توان، چون شما لایق بهترین هایید و دقایقی که ما رو انتخاب میکنید نگاه میکنید، امیدوارم که گل لبخند و لباتون بیاد، در کنار خانواده عزیزتون کیف کنید. مهمونامون که خیلی باحالن به ما کمک میکنن. مهمان عزیزی که میخواد بیاد خیلی باحاله. گفتگو داریم، مسابقه داریم، بگو بخند داریم، جایزه میخواییم بدیم از طرف حامی مالیمون، هم به خانومهای عزیز هم به آقایون خوشتیب. جایزه بگیرا دست بزنن. باریکلا. اما
غیر از شما عزیزان یه تیم دیگه اینجاست که این عزیزانم به ما کمک میکنن در جهت شادتر بودن. شما خوبید؟ همه چی خوبه؟ حال تو خوبه؟ میگه بله. هفت آقای موزیسین توامن، یک بانوی هنرمند به افتخار هر هشت عزیز یک دست جانانه بدید. اما اگر اینجوری بخواید تشویق کنید چه آهنگی میزنید؟ این تشویق چه آهنگیه؟ انگار رفتی رستوران، نور لایت قرمز، الان گارسون پیش غذا رو میاره. ولی اگه انرژی بره بالا انگار عروسیه عمه منه، میخوایم بتر کنیم. کیا عروسی اومدن؟ خب دوستان برای صرف شام تشریف بیارید سالن شماره یک. ژله با باقالی پلو با گوشت دیدی قاطی میکنن؟ دیدی میرفتی ظرف فر میداشتن، بعد ظرف هم که اینقدر بود. حالا این خود این آدمه که اینجا اینقدر ور میداره، تو خونه خودش اینقدر غذا میخوره، اینقدر باقالی پلو با گوشت، اینقدر سالات، اینقدر ژله روش. بابا به معدت رحم کن. اما از طرف حامی مالیمون میخوام اجازه بدم، میخوام شما رو آشنا کنم با حامی مالی شباهنگی. هممون لحظاتی هست که احساس میکنیم کم انرژی هستیم یا نیاز به انرژی و هیجان بیشتری داریم. محصولی رو میخوام بهتون معرفی کنم که با بالا بردن سطح انرژی و هیجان در بدن ما، لذت با هم بودن رو به ما هدیه میده. تیرکس که با استفاده از بهترین مواد بین المللی در ساختش، در تولیدش و یک مزیت خیلی جذاب دیگه ای که داره و خیلی باحال این مزیت، اونم اینه که انرژی رو در مدت زمان بیشتری در بدن ما نگه میداره. پس تیرکس نوشیدن انرژیزای بسیار متفاوت و جذابیه. میخوام از طرفش جایزه بدم به افتخار تیرکس. یه دست خوشگل بزنید. یه کارتایی به شما داده شده خانم ها، چون به آقایون هم جایزه میدم ها، اون جداست. خانم ها یه کارتایی دارید اینقدیه، نوشته کد قرعه کشی. کارتاتون کو؟ بی زحمت کارتاتون رو در بیارید. خانم ها عدد 6 کجاست؟ 6 شما هستید؟ مطمئنید نوشته کد قرعه کشی 6؟ بله. به افتخارشون در ایشون یه جایزه نمیخواد. سریع میخوام جایزه بدم. پس شما یک پکه تیرکس و به اضافه کارت هدیه تقدیمتون خواهد شد. 29 شما این کد قرعه کشی 29 مطمئنی؟ اطمینان کامل؟ خب این دوتا 30 یا نه عوض کنم؟ خوبه؟ 33 تا حالا نگفتم. شما این چقدر شانسیه؟ آخه دیدم یه دستی اینجوری شد، مثلا من اینگاه عددم بلد نبودم. 33 به شما هم از طرف تیرکس جایزه. پس شد 33 29 6 به افتخارشون دست. این شروع بود، تازه گرم شدیم، بازم جایزه میدم، مسابقه هم داریم. دمتون گرم، انرژی ها خواهشن نیفته. میریم سراغ اولین آیتم برنامه با انرژی های بسیار بالای شما. بسیار بالای یعنی چی؟ این
میخوایم بریم سراغ مهمان این شباهنگی که قراره کلی باش خوش بگذره، هم به خودش هم به شما بیننده های عزیز. یک فوتبالیست خوب، یک جوان خوشتیپ، یک بازیکن گل، دوست خوبم. دعوت میکنم با افتخار از امیر ارسلان مطهری. بفرمایید. سلام علیکم، کنید من در خدمتتون هست. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، خدمت شما و بینندگان عزیز، همچنین شما در خدمت هم. خیلی مخلصم. مرسی. چه خبر؟ سلامت. همه چی خوب؟ قربونتون. مرسی که دعوتمون رو قبول کردی. ممنون. ما سعی کردیم که عدالت رو رعایت کنیم، هم از پرسپولیسی های عزیز دعوت کردیم در برنامه، هم استقلالی ها، و چون دو تیم پرطرفدار و کلی طرفدار میلیونی در دنیا دارید شما، هم استقلالی ها هم پرسپولیس ها، برای ما هم خب جذابه دیگه، گفتگو با شما جذابه. چقدر امیر ارسلان اهل شوخیه توی زندگیش با هم بازی ها، با هم باز در واقع تیمی ها و رفیقا؟ تا دلت بخواد شوخی درصد بالا. جنبت چقدر بالاست؟ به من اینو بگو که من ببینم با تو چیکار کنیم. راحت باش. میتونیم مصدومت کنیم به بازی بعد نرسی؟ تا جایی که مصدوم، تا جایی که مصدوم نشی. آره. دیدی تو تولد فوتبالیست ها کیک میکوبن؟ بله. تو چش و چاله هم خلال دندون هم توشه. خلال دندون هم توشه. جدی؟ بابا آدم با دشمنش این کار رو دیدی کیک رو پاک میکوبن. معمولا یه ذره خامه رو میزنن. بله. خامه رو میزنن کنار خود کیک رو میزنن. خب من تولدم بود، تو هتل بودیم، بعد سید احمد هم اتاقی من بود. کی؟ سید احمد موسوی. بله بله. بعد دیدم یهو یکی از دوستامون یه کیکی آورد، گفت خب بشین فوت کن دیگه. گفتم خب باشه اوکی، همه با نیت شوخی. دقیقا. بعد دیدم عارف غلامی هم پشتش اومد، بعد کیک رو یه جوری زدن تو صورتم، من همین جوری افتادم رو صندلی، بعد پا شدم دیدم یه خلال دندون اون کنار چیزم خورده. شانس آوردم نرفته بود تو چشم. خدای نکرده میرفت تو چشه دیگه. بلند شدم دیدم دیگه، قبلش اون خودشون هم ندیده بودن، نمیدونستن. اون چتره رو میذارن توی چیز، با چتر زدن. آره دقیقا، چتر خورد تو صورتم، خلالم کشیده شد. یه چیزی وصله دیگه. اینجاست که میگن مثلا بارون بشه چتر وا نشه. به به، چتر پس وا نشد. پس دامتوش میدی. به به. سعید جان سوالا رو بیار. امیر ارسلان جان، اند شوخی، اند مرام، اند مرام. فیلم مارمولک رو دیده بودی؟ دوست داشتی؟ بله صد. چه فیلم خوبی بود. بله. چه فیلم خوبی بود. بله. سعید عزیزم چطوری؟ همسرت تو سالن نیست؟ نه متاسفم. خواهش می‌کنم. اصلا تو خانه دارن شما، درسته؟ بله. اجازه نمیدی بیرون کار کنه؟ نه خیلی. از اون مردایی؟ چهار شیفت دارم کار میکنم من دیگه. به افتخار سعید عزیزم دست. چند ماه گذشته امین ارسلان مطهری یه پستی گذاشت با هوادارا خداحافظی کرد. خیر. پس چرا هستی؟ خداحافظی نکردی؟ نه فقط گفتم امیدوارم که سرباز خوبی براتون بودم. این یعنی دارم میرم دیگه؟ نه شاید بازم ادامه داشته باشه. تعلیق ایجاد کردی مثل فیلم های آقای فرادی؟ 100%. نه خودت هم احساس میکردی داری میری؟ نه نه اصلا جدی راست. نه به خدا نه. دستگاه دروغ سنج داری میارم؟ مشکل نداره هستم. برق نره؟ این سوالو بعدا دوباره با دستگاه ازش میپرسم. نه واقعا چون من هم دلم اینجاست و اینکه زحمت کشیدم برای رسیدن بهش، به این سادگی دست نمیدمش. تا جایی که تا موقعی که هوادارا بخوان، کادر فنی بخوان و اینکه بتونم کمک کنم در و الان هم میخوان که امیر ارسلان خدا باشه. خدا رو شد. یه جایی گفتی اگر اشتباه نکنم که الگوی فوتبالی سوارزه. بله. چرا گاز نمیگیری پس؟ دیگه آدم الگوه، چون سوارز سال 5-6 نفر رو گاز گرفته، 7-8 نفر رو با لغت زده، ولی فوتبالیست خوبی امیر ارسلان. من چون واقعا به شدت و حالا چه دورانی که بازی میکردم چه الان که به عنوان فقط یک بیننده فوتبالهای خارجی رو نگاه میکنم و دوست دارم، سوارز فوروارد بسیار تمام عیاری. بله. قبول داری بله. حرف منو؟ بله. حالا یه خورده بد اخلاقی ها میکنه یه وقتایی، همین گاز اینا رو گفتم، نمیشه، نمیتونه گل بزنه، باید یه کاری عصبی میشه. آفرین. نه تو بارسا که واقعا با مسی زوج خوبی شده بود. صحبت ها خب من که از قبل دوستش داشتم،
ولی مثلا بارسلونا نخواستش، رفت اتلتیکو، گل قهرمانی اتلتیکو رو زد. درخشید خب، خیلی قشنگه، خیلی خیلی. و اینکه واقعا زحمت کشه. بارسلون یه مدتی داره خودزنی میکنه. قبول داری؟ دقیقاً. خب من رئالی که به دردش منم رئالی ام. به افتخار رئالیا. حمید گر. منم رئالی ام، از کودکی که فوتبال شناختم طرفدار رئال بودم. حالا برسیم به خوشحالی گلت. میگن اگه یه روزی چی شد اصلا این خوشحالی از کجا اومد؟ نمیدونم. میدونی که امیر حسن گل میزنه گیتار میزنه. دوستان آقای موزیس بچه هایی گیتار من گفتم، یه چند بارم گفتم خوشحالی های بعد گل رو داشتم میدیدم، همینجور دوست داشتم به خوشحالی های بعد گل و حرکاتی که انجام میدن. حدوداً 10 سال 12 سال پیش بود، فکر کنم 16 سالم بود. بله. یکیش خیلی به دلم نشست، نمیدونم، خیلی هم قدیمی بود. دیدم که اونی که گل زد، اون بازیکنی که گل زد، چه گیتار قشنگی هم زد که تا الان نتونستم مثل اون بزنم. خارجی؟ آره. فکر کنم بدونم کیو گیر نیاوردم، نمیدونم. گریزمان بوده؟ نه، از این جدیدا نبود. از این جدیدا نبود. نه، از این جدیدا نبود. وسپا نبود؟ وسپا هم نبود. نه، پس گریزمان نبود، چون گریزمان از این جدیدا. آره، دیدم گریزمان و لاکازت و اینا آبومیان. آها، گریزمان هم فکر کنم یه جاهای گیتار آره، زد. آره، زد. پس قبل از اون یه گیتاریست دیگه هم داشتیم. آره، خیلی قدیمی بود. دیگه از اونجا گفتم خب چیکار کنم؟ این خیلی به دلم نشسته بود. بعد گفتم خب الان وقتشه دیگه. خوب بود، بهت اومد. خدا رو سر زمان مرتبه شد، نشست به دل هوا. میبینم بعضی وقتا تو فضای مجازی میری یه جایی بهت گیتار هدیه میدن. بله. آره؟ لطف دارن. بله. بله. ولی واقعی نمیتونی بزنی؟ نه نه، من پیانو میزنم. باری گیتار نمیزنم. به افتخار، باری کرد. مرسی. پس سازم میزنی؟ خیلی حرفه‌ای نه، ولی آفرین. سازم بوده. آقای آزاد، فصل بعدی ایشالله آقای متحری، چون به نظرم میخوام با آقای مجیدی صحبت کنم اخراجش کنه، بیاد اینجا پیش ما. یه تصویر از پدر گرامی داریم. بله. خیلی عرض ادب دارم خدمت شما. سلامت باشی. ممنونم. سالیان سال، سایش بالا سرتون باشه. این عکس رو ببینیم، بعد در موردش یه گپی بزنیم با هم. این عکس، این تصویر از پدر گرامی آقای مطهری، در درسته. موقعی که آقای مطهری تو نفت تهران بازی میکرد، یکی یه چیزی گفت نمیدونست بابا اینجاست. دیدید که تماشاگران ما یه خورده لطف دارن به داور، به پرچم، به چمن، به اون میله ها، به صندلی. ها، پدره نمیتونه تحمل کنه. بابا پاشد و مورد نوازش قرار داد. این اصلا سر من نبوده. گذاشتی من همه توضیحاتو بدم، بعد میگی سر من نبود. خب داری میگی، نمیذاری من میگم کلمت نمیتونم بیام که. نه، عشقم بگو اگه اشتباه میکنم. نه، این بابای من بسیار آدم خونسردیه، خیلی مشخصه. نه به خدا جدی میگم، انقدر خونسرده که بعضی موقع عصبی میشی. من، مادرم، خانواده. چرا اینقدر آروم؟ آره، چرا؟ الان باید یه کاری بکنی. آره. بعد اینجا مثل که دعوا شده بود، بابای من رفته جدا کنه. آها. من تو زمین بودم، اصلا چیزی هم به من گفته نشده یا هر چیز. خب ما معذرت بعد... میخوام، من فکر کردم که نه، به شما چیزی نه، اونی که چیز بوده داشته دعوا میکرده، گفته داداش چی میگی؟ من تازه از زندان آزاد شدم. بعد بابام گفته که من که دعوا ندارم، که اومدم جدا کنم. بعد گفته نه، بیا اینجا ببینم. بعد یهو درگیر شدن. بابای من به هیچ وجه نمیخواست مثلا درگیر بشه. اینم در حد مثلا 1-2 ثانیه بوده که من اومدم بیرون، گفتم چی شده خدایا، دعوا کرده چی شده بابای من مثلا؟ ولی که اصلا اهلش نیست. تو به حال بازی همه بودی؟ همه اهلشن به موقعش، ولی اون موقع موقعش نبوده. نه، میگی که آخه بابا خیلی خونسرده، خیلی اصلا میگه بزنید بابا دعوا کنه، اصلا میگه منو بزنن، مشکلی نداره. ولی دیگه ولی نه، صورتشون حالا خارج از شوخی مشخصه داره که داره میگه میکنه. آروم باش. ببین نه، اگر پدر دارن داشتن دعوا میکردن، آدم موقع معذرت میخوام حرف بد زدن، صورت اونطوری نمیشه، چون هیچ فوشی با صورتش اونجوری نمیشه. دقیقاً. داره میگه آروم باش. ببین آروم رو رومه، رو رومه، ببین رو رومه، آروم. عکس گرفتن، مشخصه فوش اینجوری نداری. نداری؟ ببینم. نه، اون میگه خیلی داریم. نمیدونم، من نشنیدم. با خدا بابا رو نگه داره. بابا طرفدار فوتبال هست؟ فوتبالیست بوده بابا. بابا فوتبالیست بوده؟ خودش استقلالیه، پرسپولیسیه، چطوره؟ خودش طرفدار هیچ تیمی نبود، ولی از اون موقعی که من دیگه میدونست استقلالی هم، دیگه استقلالی دیگه به خاطر پسرش. سعید جان دستگاه رو بیار دیگه، مثل که لازم شد.
نه دارم راست میگم. من میدونم شما. خب پس بذار آب بخورم تا دست بیاری. آقا بعضی دروغ مصلحتی گفتی که یه دروغی بگم شر نشه. آقا میگیم دیگه. من اینجوری ام. آقا میگفتم استقلالیه. بیار اینجا بابا دست کن. بیار آقا بیار. یا حضرت. بیار امین حسن نمیخواد با ما راه بیاد. ما گرم سایه استقلال میگن یا حضرت. ولتو میتونی تحمل کنی؟ شاید. چون من بچه‌ها پرسیدم میگه میتونی. تو کیک برق واسه کردن زدن بهت تونستی. دیگه جواب بقیه با خودت. چیکار کنم؟ الورمنه بفرمایید. ترکی؟ ترک نیستم ولی میفهمی. عاشق ترکام. چون خدمت سربازی ارومیه بودم یاد گرفتم یه خورده. اول فوشا رو برای همین میگم آروم ندارم. شاید فوش جای دیگه است. آفرین. فوش کلا خوب نیست. بلدی؟ فوش میگی؟ قاطی کنی میگی؟ ما اولین چیزی که یاد میگیریم فوشه. سعید جان مرسی. اینو الان همینجوری نگه دارم. روشن که بذار من نزدیک کنم. یکم نزدیک که راحت باشم. ممنونم. مرسی. آب خوردی؟ آره. چون چاکرات باز بشه. آره. این اگه اشتباه بگه بوق میزنه. ولی خیلی دوست داشتم شما اینجا باشین. من بهتون بخندم. ولی این دستگاه احتمال اشتباه داره. یه وقت فکر نکنین هر چی که الان من بپرسم. امیر ارسلان جان. این همه سوال حاضر که از مهمونای قبلتون کمتر سوال میپرسیدید. اوکی. الان که استرس نداری؟ نه باریکرد معلوم نیست مگه ببین بوق نزد. با پول فوتبالیست شدی؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا پول دادی به نه. مدیر به باشگاهی هیچ. مربی به هیچ وجه چون میکنن این کارو ولی فوتبالیست نمیشن من قبول ندارم اینو 100 درصد مثل سینما که با پول میان تو سینما ولی نمیتونن بمونن. رازی داری که از دوستات مخفی کرده باشی؟ یه راز مال خودته. یادم نمیاد. شاید داشته باشم. یادم نمیاد. با بله نخیر جواب منو بدی ممنونت میشم. بفرمایید. تا حالا خواستگاری رفتی؟ خیر. نرفتم. ولش کن دیگه. علی ارسلان. ولش کن دیگه. خب نرفتم. آقا. حالا یه تا دم در رفته پشیمون شده. آقا اونم نرفتم. آخ. میخوای امتحان تا نسوزونی ول نمیکنی. نرفتم. چند بار فکر جدایی از استقلال افتادی؟ حتی فکرش؟ هیچ وقت. ببین دستگاه با شوره. راست بگی بوق نمیزنه. حس میکنم به دلخواه خودش داره میزنه همینجوری. قلیون میکشی؟ اصلا اصلا اهلش نیستم. دوست ندارم. اگه دوست داشتم شاید میکشیدم. خب حالا امیر ارسلان جان چرا توضیح میدی؟ به خدا بگو نمیکشم. نمیکشم. از اولم دست بگم جز به اون 20 درصد فوتبالیستیه که نمیکشه. چون آقا خدا دادم اینجا اومد. منم خودم خیلی رفیق فوتبالیست و اینو افتخار دارم. میبینم میکشن ولی ماشاءالله مثل بنزم میدونی هیچ ربطی نداره. هیچ ربطی نداره. ورزششو میکنه قلیونش هم میکشه. نه نه دو سیب میکشی حالا یا هیچ. نه نمیکشه. امیرحسن جز اون 20 درصدی نه. آفرین. نوکرم. این حواسش نبود الان. همون پس دوستات از رانندگیت میترسن؟ وحشتناک. چرا علی بیرانوند میگفت تو رو خدا میرسونه. میگه تو رو خدا میرسونه. چرا تون میری؟ بعضی موقع. آره آره. اخ یادم باشه پیشت نشیدم. منم کم پیش میاد ولی بعضی موقع آروم میرم عصبی میشم. میگم من یه گازی بدم که خالی بشم. یه گازی بدم خالی. آره. خالی گاز. آره مثلا شاید در حد دو سه دقیقه گاز بدم بعدش دوباره. دو سه دقیقه اشکال نداره. آره. از بچگی دوست داشتی تو استقلال بازی کنی یا چی؟ از بچگی به فکر این بودم که فوتبالیست بشم ولی خب عاشق استقلال بودم. به این فکر نمی‌کردم که سری برسم به استقلال. می‌گفتم فوتبالیست بشم. ولی علاقه داشتی؟ خیلی. به استقلال یا به فوتبال؟ به استقلال. خیلی. زیراب بازیکنی رو پیش مربی زدی تو تمام این سال‌ها؟ زیراب بازیکن پیش مربی نه. اصلا یس باتریش تموم شد؟ نه 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 ولی درست گفتی دیگه. نه کدوم اینو خواهشن صادقانه جواب بده. دوست دارم این جواب تو این بوق نزنه. پرچم منو میبری. من جوابی بدم که بوق میزنه. نه 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 دیگه خب باشه. کدوم مورد رو برای ازدواج انتخاب میکنی؟ دختر زیبا و جوان که عاشقته و وضع مالی خوبی اصلا نداره، دختری که باباش خیلی پول داره و موقعیت اجتماعی بالایی داره؟ مطمئنن اونی که عاشقمه.
ولی درست گفتم. چه حواست هم هست. با کی؟ کجا نشسته؟ این داره میزنه، اون برای چرا نگاه بگولی؟ وصله، ببین وصله. هیچ جا وصله. خب باشه. شده الکی بگی مصدومم و تمرین رو بپیچونی؟ یواش ببین. نه. میخوای دروغ بگم بوق نزنه؟ تا حالا شده با کسی دعوات بشه بعد متوجه تو رو بشناسه وسط دعوا یا بس؟ آره آره. یه جا توضیح بدم یا آره نخیر کافی؟ با مزه است بگو. آره آخه اتفاق جذابیه. خب من به سمت گرمسار داشتم میرفتم شهرم از تهران سمت پاکدش بودیم. من یه جا دست انداز شد، بعد زدم رو ترمز، بعد پشت سری هم اومد زد به من. بعد پیاده شدیم و من اصلا چیز دعوا نداشتم چون اصلا ما نمیتونیم دعوا کنیم. بعد پیاده شدم، یارو سرش پایین، یارو ببخشید میگم یارو، اون بنده خدا سرش پایین بود، گفت بابا چرا یهو میزنی رو ترمز اخم و فلان، و اومد پایین و ببین ماشینم رو، بنده خدا رادیاتش هم اومد پایین. بعد ماشینش نمیدونم تیبا بود چی بود، اون که پشت میزنه اون مقصر. آره دیگه خیلی نزدیک شده بوده بهت. آره دقیقاً. بعد گفت چی و فلان، اومد بالا گفت آقا مطهری ببخشید من مقصر بودم. گفتم خب مشکلی نداره، منم ماشینم چیز شده. گفت حالا بیا بریم اینور یه عکس بگیریم. گفتم خب باشه بریم. گفت نه بیا تو ماشین من بشین انگار رفیقیم با هم عکس بگیریم. گفتم خب باشه بریم. رفیقت شو. آره سرش پایین بود داشت. حالا بعد پیاده شدم که برم، بعد گفتش که خسارت ما رو نمیخوای بدی؟ گفتم خب تو مقصری من خسارت بدم؟ گفت راست میگی، حواسم نبود. خب اوکی. دوباره سرش انداخت پایین، احتمالاً یادش رفت. سرش انداخت پایین رفت سوار ماشینش، من اومدم دیگه، نمیدونم چی شد دیگه. آره دعوای اونجوری نداشتم. نه ایشالا که هیچ وقت دعوا چیز خوبی نیست. نه واقعا چیز خوبی نیست برای هر آدمی. تو رویات میبینی که یه روزی توی مثلا یه لیگ اروپایی بازی کنی؟ الان نه. نه. قبلا ولی میدیدی؟ قبلا میدیدم. برای همین بوق میده. الانو گفتم. از این که توی بعضی جاها زیادی آرومی پشیمون میشی؟ نه. اگه فراد مجیدی از استقلال جدا بشه تو هم از این تیم جدا میشی؟ خیر. ربطی نداره. خیر. به افتخارش دست بزن. باریکلا. دمت گرم. مرسی. من اینو خاموش میکنم که دوباره راحت با هم صحبت کنیم. اینو ببین. آ حالا قلیون چی میکشی به من بگو. به خدا نمیکشم. نمیکشی دیگه. آخه ببین. آقا میکشیدم هم میگفتم نمیکشم. ولی الان نمیکشم. اون موقع اگر یک فوتبالیست میگفت میکشم همه میگفتن وا فوتبالیست قلیون ورزشکار قلیون. الان برعکس شده. الان میگه فقط الان کسی میگه نمیکشم ما تعجب میکنیم. ولی دمت گرم که نمیکشی. نه اینکه اصلا رابطه کاری به فوتبال ندارم و کلا چیز خوبی نیست. دوست ندارم. اصلا بچه خوبی نمیبینم. چرا دروغ بگم؟ بچهش رو نمیبینم درست باشه. آره چه برای هر آدمی فرقی نمیکنه. برای هر کی برای سرگرمی برای ورزش خیلی این کارا به خاطر بیکاری و تایم زیاد داشتنه. بیشتر واقعا سرگرمیه. سرگرمیه چیزی نداره وگرنه که اولو بلوب میکنه فقط. آفری دودم داره. پس نکشیدی؟ خیر بله رو میخوای بگیری یا مثلا یه بار یه پوکی مثلا یکی اصرار کرده خیلی. باشه ببینی مثلا بی چیه تو بگی این چیه اصلا. در این حد اصلا. اصلا ببین تا اینجا نه تا اینجا هم نه. چی میخوای بگو همونو بگم. نه همی که نمیکشی برام خیلی جذاب و قشنگ. مرسی آفرین به تو. کشیدی هم ولی اصلا آدامستار چینینا یه خورده بد نیست. ولی طعماشو همه رو میدونم انقدر شنیدم. سه تا طعمشو بگو. بلوبری، آدم ستارچین، هندونه نعنا. چه طعمایی هم گفت. بلوبری خب بده. ما داریم میگیم که بده. بله صد درصد. داریم میگیم بده. صد درصد. متولد چه سالی هستی امیر سلام؟ 71. 71. 19 12. میشه 28. 28. یه کوچولو بهت بیشتر میخوام مثلا 73. آره به من بیشتر میخوام. خیلی فوتبال بازی کردی. آره. با سنگم میونه خوبی داری ها. چرا؟ چون صورتت یا سنگ زدن اون چی شد اونجا؟ اکو افتادم. اکو؟ بله. کو چند متر بود که فقط اونجا 10 12 متر افتادم. مستقیم افتادم. به پشت افتادم. رفته بودیم ریواس جمع کنیم. چند سالت بود؟
16-17 سالم. رفته ریواز جمع کنیم. ریواز جمع کنیم. بعد اینقدر مهم بود؟ خیلی دوست داشتم. بعد ریواز کوهی هم هر جایی پیدا نمیشه. ریواز کوهی. بعد رفتیم و جمع کردیم و برگشت اومدیم 7-8 نفر از بچه های مثلا تیم گرمسار بودیم. ریواز چه جوری میشه برام بگی؟ ریواز این بلندا به زمینه؟ ترشا. آره بوته‌ایه. بوته‌ایه. بعد موقع به زمینه؟ به زمینه. بعد برگشتیم، موقع برگشتنه دوستم یه مسیری رفت دوید، رفت مسیر خیلی باریکی بود، این ورش دیواره کوه بود، این ورش پرتگاه بود. بعد اون مسیر رو من ترسیدم بودو هم برم چون کوله هم داشتم. یه سنگی رو دیوار بود، یه سنگ سیاهی بود، زدم بگیرمش بشینم خودم رو سر بدم جلو، سنگ رو تست نکرده بودم. بعد دیدم یهو سنگه کنده شد، همونجوری نشسته از این ور افتادم. اوه اوه. بعد یه درد می دویدی مثل رفیقت؟ آره گفتم کاش که می دویدم. بعد اون خیلی داغون شد معلومه ها، خیلی بخیه خورد. داره بخیه خورد و اینکه تقریبا 2 روز یا 3 روز من شلنگ توی سرم کار گذاشته بودن. شیلنگو کرده بودن تو سره؟ نمیدونم دیگه، من سر شیرووا کرده بودن یا نه، عمل کرانیوتومی بود نمیدونم چی. آره اتفاقا شیلنگ کردن، یکی شیرووا کرده واقعا همین بود، شستشو میدادن دیگه. آره. جمجمه هم شکسته بود، میدادن خونابه ها. اولش از اون مجابه بعد دوباره جمجمه تازه و شسته شده و آره کار با صرف شویی کردن. آفرین آفرین. الان تو ماشینی هستی دو رنگ. آفرین. قیمتش با... چند تا توییت در موردت میخوایم ببینیم. بفرمایید. ببینیم نظرات دوستان چی. ببین گیتار رو ببین. تصویری از باغ ارسلان مطهری در سالهای پسا فوتبال. یعنی تو فوتبال تموشه مینی یه جا یه همچین باقی درست میکنی، ولی خیلی خوشگله. خدای خوشگله. یه ببین کجاست قصی بخرش. نمیتونم. فکر کنم خیلی گرونه. فکر کنم حتی که ایران نیست. ایران که نیست مثلا. آره فکر کنم تایلند یا نه بنده خدا بر خودش درست. اندونزیه. نمیده. حالا من باش صحبت میکنم. آقای چونگ سینگ وان بعدی از سر متری خیلی سریع داره تبدیل میشه به دربی بازترین دربی باز دربی. چی گفت آقای خیابانی که ایشالله همیشه سر این جمله رو من خیلی دوست دارم. خیلی. تو به نظرت دربی بازترین دربی باز دربی که دربی بازی کرده دربیش چیه؟ من یه ذره بیشترش کنم. سوال آسان تر میکنی؟ بعدی تصویر کمتر دیده شده از ارسلان مطهری در فیلم اجدها وارد میشود. این میدونیم حالا همون دربیه. چقدر پریدی؟ خطا نگرفت؟ خطا گرفت. کارت باید میداد؟ نباید میداد. کارت باید میداد آقای فقانی. یلو باید میداد. یلو. یلو باید میداد. ولی اومدن گفتن که چون ندیدی. بدن بدن بروسلی ها. من... فکر نکنید ارسلان اینقدر سیسپک داره. نداره. اینقدر داری سیسپک؟ نه. ولی بدنت خوبه ماشاءالله. ممنونم. مرسی. چون هم قلیون نمیکشی هم. حتی ببین یه بارم که حالا بعدی. این چیه؟ تجربه کنی. این قلیون نبودا. این توتونه تنباکوه. آها تو بلدی. ارسلان مطهری برای هضم دلتنگیاش گریه نمیکنه، توی استوری کری میخونه پاک میکنه. استوری یه دونه. یه دونه گذاشتم پاک کردم. یعنی 24 ساعت نشده پاک کردی؟ 3 دقیقه گذاشتم پاک کردم. چرا پشیمون شدی؟ پشیمون نشدم، گفتم تو شأن بازیکن و هوادار استقلال نیستش که اینجوری کاری بکنه. آه بعد بهش فکر کردی که خیلی جذاب نیست من این استوریو بذارم. آخه تو با یه دوست عزیز دیگه من بازیکن پرسپولیس آقای محمد حسین کنانی زادگان به افتخارش دست بزنیم. خیلی با هم رفیقن و در این حال خیلی با هم چلنج دارن. موافقی با حرف من یا نه؟ خب الان دیگه نداریم چون ایشون رفته از تیم پیروزی و اینکه پرسپولیس و اینکه داره شروع میکنه کلکل شروع کرد. خب و اینکه من هر چی که گذاشتم در مورد تیم خودم بوده. آها. تا جایی که یادم میاد، ولی خب یه مقدار فکر میکنم که طرف مقابلم اذیت شده، ولی من هر چی که گذاشتم در مورد تیم خودم. من تمام با خودش هم صحبت کردم. اونم خیلی باهات حال میکنه و نه ما همه دوستیم. این کوری هم نباشه فوتبال مزه‌ای نمیده که. کوری قشنگه. کوری خیلی قشنگه. بی احترامی نباشه. طرفدارا الان اینجا استفاده شده با هم کوری میخونن، ولی
با هم من مثلا شاید اون موقعی که حالا کرونا بود که خیلی جذاب بود بغل تو بغل می‌دیدی یکی با پرچم پرسپولیس یکی با پرچم استقلال همدیگه رو بغل کردن بله. جدا میره اون جایگاه این میره اون جایگاه آخر بازی هم با هم میرن خونه این کوریه خیلی قشنگه چرا خندیدی توضیح دادم دیدی این میره اونجا این میره اونجا پانتومیم اجرا کرده این کوریه در همه جای دنیا هست 100% ولی جایی که تبدیل به توهین میشه خدای نکرده دیگه بدتر از اون به زد و خورد میشه این آخه دیگه فوتبال همش قشنگیه چرا خرابش کنی بله قبول داری حرفم خدایی یا 100% دمت گرم قربونتون به افتخار اونایی که در عین کوری خوندن به هم احترام میذارن یه دست خوشگل بزنید دمت گرم امین ارسلان جان من اول برنامه باید شما رو به یک نوشیدنی دعوت میکردم اما اینقدر غرق گفتگو با خودت شدم که فراموش کردم ازت عذر میخوام چون میخوایم بریم بازی کنیم و که من ببرم ان شاءالله چون میدونم تو حال برد و باختی به این سادگی نمیگذری از من منزل هستی بیشتر چای مینوشی نوشیدنی های خنک یا دمنوش یا قهوه من چون ترکم بیشتر چای میخورم شما تو باری چای مرسی ترکی شما کجایی؟ اصالت من اصالتاً خب من و پدر مادرم کلن گرمسار به دنیا اومدیم بله. کلن قبل پدر مادرم همینطور پدرانشون اما کلن اصالتمون برمیگرده به ترک زنجان زنجان بله. به افتخار همه زنجانی های عزیز خیلی مخلصی فقط تو یه زحمتی باید بکشی بفرمه. دیگه ناچاریم یا بخورم ازت خواهش کنم که بایستی و طعم دمنوش رو برای من و خودت انتخاب کن چاکرتم من مهمانان عزیزم الان برای شما میریزم اونجاست طعم دمنوش آها یا ابوالفضل اینو نگی اینو چیزش مصدوم نشی چیه فقط برندشو نگو چی داره گلگاو زبان نیستم یون تو گلگاو زبونه نیستم خب از گاوا اسخای میکنم چای سیاه وانیل گاوا حالا ناراحت نشن از دست ما چای سیاه وانیل چای سیاه وانیل خوبه به نظرتون نه میگن نه همون گلگاو زبون وانیل از دست ما ناراحت نشه چای سبز رزماری گل محمدی همه میگن خوبه متشکرم نوش جان باز نکنم بیا ازم بیا پیش من بیا دمنوش بهانه بود بیا اینجا بیا ما میخواستیم بترسونیم برای تیرکس بریزی شما میدونستین؟ هیچ کی نمیدونست سکته کردم با اینکه میدونستم سکته کردم میدونستی کی گفته بود میدونستم که میترسونید برنامه هاتون رو دیده بودم یه ذره تیرکس بزن هیجانت بیاد بالا دمنوش که نمیاد بریزم روش اون رو بیچاره چه کنم ولی چیز اومد خیلی احترام آمیز اومد گفت بعد دوید رفت به جایی که او تقه نزد میخواستم داد بزنم دادت کنترل ولی یه کوچولو ترسیدی کوچولو دستمو نمیبینی؟ بعد اینو چرا ریختی تو فنجون؟ چون دیگه لیوان نداشتیم اون تیرکس میگن سرده ولی داغه بخور دیدی سرده ولی داغه؟ آفرین آره اصلاً اینجوری نبود حالا که ترسیده قطعاً از من انشالله میبازه الان وقتشه که بریم اونجا تو رو به یک نبرد تن به تن دعوت کنم به افتخار امیر ارسلان جان دمت گرم به افتخار خود به افتخار مطهری عزیزم قبلتون گرم دوستان عزیزم رقابتی که بین من و امیر ارسلان جان قرار اتفاق بیفته یک رقابت فوتبالی نیست چون جرأتشو ندارم نخواهش یه سری سوال میاد هر سوالی دو گزینه داره به عنوان جواب بینش باید یکی رو انتخاب کنی حالا مهمونای عزیزم کمک میکنن شاید کمکشون اشتباه باشه شاید درست ها هر اشتباهی تشریف میبری بالا یک لیوان انتخاب میشه و بعد اون ترکیبه که
از تعداد اشتباهی بیشتری به وجود میاد و باید میل میکنی. مثلا اونجا 4 تا عرق شنبلیله است، آب لیمو مثلا، نمیدونم سودا و میوه‌های قرمز. اگر 4 تا اشتباه بگی شما میخوری. من اگر 3 تا اشتباه گفته باشم من نمیخورم، شما نمیخوری. اونی که میبره دیگه میتونه نخوره اون ترکیب سمی رو. آماده ای؟ ان شاءالله مساوی میشیم. به برنده هم یک توپ چلتیکه جایزه میدیم. هزینه کردین ها. منظور شو بچه ها؟ یعنی توپ چلتیکه ارزونه؟ بذار بگم، توپ چلتیکه ای که از باد کشورهای اسکاندیناوی توشه، از پوست کرگدن بریم. خب نصب کن اجازه. آقا من بریم با شما نبودم، من بریم به شما گفتم، با شما بودم وای مطهری رفتی اونجا. من گیست دادم. با کی بودم پس؟ منظورم این اول من شروع کنم یا شما؟ شما بگو. من شروع کنم؟ شما. چون سوالا به همون ترتیب عوض میشه. باش بریم. در داستان تصمیم کبرا، تصمیم کبرا چه سوالیه؟ نه نه وا داشتم اونو میگفتم وا. یه لحظه تو ذهنم اومد کبرا به مادرش کمک میکرد. بله به مسائلش. سخت بود سوالتون. سوال شما هم همین میخواستی اول بگیم خودم دیدی؟ خود جان بگو. سری سری باش. 8 9 10 بگو. بارک جلال. مرسی مرسی. بین آپز و نیمرو گیر کردیم. آره. خب هیچ میزبانی به مهمان تخم مرغ آپز نمیده. چرا؟ چون عواقب داره. سوال من، اولین خیابان ایران چه نام داشت؟ سپه. اینو ببین نوشته خیابان. دستیدم. خیابون سپه همه جای ایران هست، تو همه شهرهای ایران خیابون سپه داریم. کاشکی من اول شروع میکردم. کاشکی من اول شروع میکردم. چرا تو خب مال تو هم بد نبود که نیمرو گفتی که بقیه کمک کرد. خب به منم دارم دوست. باش. در 50 سال اخیر چند بار ظاهر پلاک اتومبیل ها در ایران؟ چه سریع میره. از کجا 7 انتخاب کرد؟ یس. یعنی کسی نمیخواد به بازه؟ این لوست بازی نیست. اینو اصلا نمیدونستم همینجوری زدم. خب خیلی هم سری رفتی. دیگه رفتم دیگه. 7 عدد شانسم. و ببین الان ما هممون یاد گرفتیم در 50 سال اخیر 7 بار پلاکا رو چیز کردن. بعدی دستکاری کردن. سرانه مطالعه. اصلا ما مطالعه داریم. خدای جوابا رو نمیدونی؟ نه. خب خدا رو سرزامت. نمیدونم. اب نداره. خون سر داشت. اون سوت تای نایتون. تو دو سنت تایه. آقا واقعا 12 دقیقه و 20 ثانیه خدا وکیلی ما مسرانه داری؟ سر 10 ثانیه. با اجازه. خواهش میکنم بفرمایید. یه عدد از الان تو ذهنت انتخاب کن. بفرمایید. چطوری حالت خوبه؟ مواظبی حالت خوبه؟ این دفعه توپ بندازی پاره میکنم هر سنه. باشه قبول. همش توپ تو خونه ماست. چند تا بندازم من باید بگم؟ شما بردی. بگو که بیفته توی بدمزه. 4 امیدوارم خوشیوم باشه. چیه آقا لیوان روبروش؟ سیروپ گل روز. چی؟ سیروپ گل روز. سیروپ گل روز. خدای خوب انداختی. چجوری میگیرن ازش؟ نمیدونم چیه. نمردیم سیروپ گل روزم خوردیم. اینه؟ بله. با اجازت. خواهش میکنم بفرمایید. نه شما بریز برای من هر چی. من بریزم. ولی جا بذاری چون شاید 5 قاطی. دستم سنگین نشه. رو به مهمونم. بله. ببین داره لطف میکنه کم بریزه برام. دست دهن. خیلی خوب. یا ابل فقط. چه غلیظه. خدا کنه بعدی رقیق باشه. بره پایین آخه. آره حالا باید ببینید چی قاطی میشه. یه سخت بدید آقا ارسلان. گفته که آشانسا مدال تر المپیک توکیو چند دلار؟ وقت دوست شده. زود باش. چند دلار ارزش داره؟ زود باش.
$1,000. سنگت ببر. سنگمو بده. سنگتو ببر. آخ خوشحالی نمیدونم چیکار کنم. مثلا رمزم کنم. خب. چند؟ شماره خودت 20 72. 20 چند بود؟ شماره 72. شماره 72 تو، ولی تو متولد 71ی. فوتبالی 72 حساب میشه. 7 تو بنداز. 7. یا خدا نوشابه رژیمی خوشمزه است. مگه یه چیزی قاطیش شه؟ نه بستگی داره چی قاطیش شه. آره قاطیش میکنم برات. اینجوریه پس. آره چون گاز داره. باشه بعدی مخترعه ورزش بیلیارد کدام کشور است؟ من خودم بیلیارد بازم به من میگیم من خودم بیلیارد بازم عاشق سالیوانم هستم. میشناسی سالیوانو؟ بعدی نخستین جام جهانی فوتبال با چه نامی برگزار شد؟ جام ژول ریمه، جام فرانش کونته. زود باش زود باش، دو ثانیه زود باش. خیلی سخته ولی خیلی خوش شانسی همی هست. خیلی چون همه رو داری 50-50 میزنی و همه رو درست. 50-50 نیست اصلا، 10-90. یعنی اون نمیدونم من هیچ کدوم نمیدونم اینا رو. الان توی سوالی که بود کدوم مطمئن بودی؟ هیچ کوکب کوکبم نبودم. تماشاگرها گفتن نیمرورم نمیدونستی؟ نیمرورم نمیدونستم. خب با ایشون، با حضور ایشون سرانه مطالعه چرا با 12 دقیقه بود؟ بعدی من از لحاظ فاصله هوایی ایران به فرانسه نزدیکتر است یا به آلمان؟ کجا زود میرید؟ کجا زود میرید؟ من ریا میشه، ولش کن. من هفته یه بار فرانسه آلمان میرم میام. به خدا یه پام آلمان یه پام فرانسه. به خدا آقا چیه؟ میگم یه پام. تو چی؟ یه پا تایلندی بود. برو بعدی. من دو تا پام ایرانه. فیلم گاو برگرفته از کدام کتاب غلام حسین صادق عزاداران؟ بعدی چون به دست. زود باش زود باش. گفتم خدایی گذاشته سبز شده. سکم کجاست؟ فکر میکنه ما رفتم بگم ها. میگفتی همین رفته بودی تا اونجا؟ رفتم بگم. نمیدونم اینا رو، من نمیدونم ایش کدوم. میگه اینا رو من نمیدونم. عدد. آخ نوشابه رژیمی. دو دو سه سه سه. این دوستمون به یه دلیلی گفته. آفرین، داره کارشناسی میگه. الان بری نوشابه رژیمی من تو رو میکشم. یا خدا. آبغوره. آفرین. خب میگن نوشابه رژیمی با آبغوره برای اونجای آدم انقدر خوبه. کجا؟ کبد. کبد. خب اگه اونجوری اوکیه. میگه اگه اونجوری اوکیه بری بیشتر بری. ببین اینو قبل بازی بزن اصلا تگری. باید بعد بازی بگیرنت. واژه پاخان به چه معناست؟ ایراد گرفتن، سفسطه کردن. من خودم اهل پاخانم. از صبح تا شب دارم پاخان میکنم. بعدی پایان کل شاهنامه چه روزیست؟ 25 اردیبهشت؟ 25 دود باش. همه اصلا داری همه رو درست میگی بعد میگی من نمیدونم. سر همون رفتم.
نمیدونم. ماه تولد اسفند چند اسفند؟ 19. به افتخار اسفندیا. اسفندیا چطور آدم ارسلان؟ اصلا تو این فضا هستی من که من به اینا اعتقاد ندارم. نداری؟ نه. شاید هم من شاید اسفندیا یه خورده مختصدن. یعنی لارج نیستن. خسیسن. خسیس نه. من نگفتم. من گردن نمیگیرم. من گفتم فقط کلمه رو عوض کردم. مقتصد. یعنی الکی خرج نمی‌کنن. الکی خرج نمی‌کنن. خیلی جاها شده که الکی خرج کنم من، ولی بقیه رو نمی‌دونم. ولی هستن، میتونن باشن. مقتصد میتونن باشن، نه خسیس. یه خورده مقتصد هستی. مقتصد؟ اینجوری نه. نه. اینجوری. مقتصد. من در مراسم خاکسپاری کدام نویسنده بیش از 2 میلیون نفر شد؟ ویکتور هوگو، چارلز دیکنز. اب نداره. بعدی جبران میکنم. من ویکتور هوگو رو وقت نکردم برم بشمارم. چارلز بودم، یک و خورده ای آدم بود. فکر کنم خسته بودی نیومدی تا این وقت. ویکتور هوگو، ویکتور هوگو. همون رو رفتی. ویکتور هوگو. دادم یاندی. ویکتور هوگو، نجور انسان داخل. با اجازه. خواهش میکنم بفرمایید. پله پله. یه عدد خوب بگی ها. سلام چطوری؟ حالت خوبه؟ دو. بله؟ دو. دو؟ دو. من صبح میرسم پایین ها، خودت کارا رو انجام بده. عرق شنبلیله. دزدمونا از شخصیت های کدام نماشکیه؟ اوتلو رام کردن زرش. خدای شکر اوتلو. اینا دیگه رفتی سمت اون، اصلا انگار دنیا رو به هم داده. آخه همه رو میدونی. نه اینو میدونستم به خدا. آخه بدونم که فایده. خب یه نوشابه رژیمی داره، یه آبغوره، یه چیزی بیاد که قشنگ منفجر شه. یک رو که ننداختیم. بندا یک رو اول. عرق شنبلیله. خدا رو شکر. تو عرق شنبلیله میخوری؟ نه من میتونم نخورم. باید بخوری. بعد خب دیگه نوشابه رژیمی، آبغوره، عرق شنبلیله. ببین سفارش میدن ملت ها، مشتری زیاد. کافه برو اصلا زده دیگه منوی ویژه سراشپز. خب بگو بخور. شنبلیله رژیمی اون چی بود؟ خارخاسک. فکر کنم دارم میبرم. اگه اشتباه نگم میبرم. شما سه تا اشتباه گفتی، من دو تا. سه دو. بریم. درجه حرارت آب استخر شنای بازی های المپیک چقدر باید باشد؟ نه من اینو قبول نمی کنم. من یه سوالی ازت دارم. تو الان رفتی المپیک مسابقه شنا، 25 تا 28 باشه گرم نیست؟ خدای من گرمم میشه. پس قبول داری من درست گفتم؟ نه برو بالا لطفا. چند؟ 18 تا 20؟ من برای همین المپیک نمیرم دیگه. 18 تا 20 خیلی سرده. خدای قبول دارم. 25 تا 28 گرم. میشه از اینجا میدونم بالا نرم. سه شدیم. سه شدیم. برو بالا لطفا. بازی به وقت اضافه کشیده شد. سلام چطوری؟ حالت خوبه؟ شما صحبت نکن. پنج. شکست. خب بازی نمی کنیم دیگه، چه اینجوری می کنیم؟ چیه؟ بازم عرقه؟ ترکیب میوای قرمز. خوب افتاده. یعنی هر قرمزی؟ هر قرمزی. خب بعضی هاشا دیگه بالاخره دیگه. اون مال منه؟ اون مال برای خود نریزی؟ نه من حساسم. بوگم میده؟ خوب میفته بهت. بفرمایید. جان. بذار حداقل خوشمزه بود زیاد بریزم که از اون بر فعلا بوی بدی نمیده منم. ولی اون به وفور بوی بد میده. آره. انشالله که الان میبازی و آه منم الان. الان دیگه فیناله، هر کی اشتباه بگه بازی تموم. دست باشه.
با این اشتباه نگو نگو خودش بازیکن تیمه اشتباه بگه یعنی اگر اینو اشتباه میگفت این بازی که هیچ تیمش هم باید جمع میکرد میرم 4-2 رو با هم چیز کردم بعدی جا به جا دیدم برترین گلزن تاریخ باشگاه استقلال چند گل به سر گلش جا انداخته اون دوتا رو آفساید گرفتن آفرین وی ای آر دادن آقای آزاد یه لحظه تشریف بیارید یه لحظه تشریف بیارید یعنی شما با عنوان یه رفیق تشریف بیار آقا یه لحظه بیا نمیتونه آقا تقلب نداریم با عنوان یه رفیق همکار یه بار به خاطر ما بالا نمیری حداقل بالا رو برو به افتخار آقای آزاد برو محمد جان ببینم دستت چیه دوست دارم آب خالی باشه آقا 12 داریم 11 بچه‌ها میگن 11 اون چرا بچه‌ها بگن آره بچه‌ها بگن 11 11 11 مرسی 11 11 آب لیمویی بهت بیفته آب لیمو بیفته آقا محمد اومد این ور این آخر روز همکاری آقا قبول نبود بلد بود بندازه نه آقا آچای چیه نوشابه چیه خوب افتاده که من باید بریزم من رژیمی دوست ندارم باشه بفرمایید این نوشه جون داره آقا تموم می‌خواستم مال خودم بود مگه تموم نشد بازی تموم شد بچه‌ها داری مگه تموم شده که من باختم حداقل یه دونه مساوی بشیم تو قاعده من حاضرم تو ها یه دونه امیر سر اشتباه بگه اشتباه هر چیزا قرمز بزنید آی خدا از من بپرس که خودم یه سامورایی هم میخوای کارتم نشان بدم؟ نه نه از من بپرس سامورایی هم سون تو تای هم اصلا هم تو 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 تای بازی مرکب دیدی؟ آره هشت خب خدایا شکر سامورایی ها به دادم رسیدن آخ جون ترکیب میوه‌های قرمز چرا؟ اینی که داد دست من مگه ترکیب میوه‌های قرمز نبود؟ آب لیمو رو که داد دست من نمیدونم میبینی برنامه ما رو؟ حواست نیست یه چیزی میدن دست نصف برنامه این قسمت پخش نمیشه بزن چرا مساویم؟ مساوی شدیم که بخوریم دیگه خب یه دونه سوال دارید الان شما من؟ مگه من شروع نکردم آخری رو من شروع من آخری رو من دادم من شروع کردم شما تموم کردی بعدش یه دونه من اضافه دادم الان من جواب بدم خب باش نه دیگه شما آخر میشی آقا مگه من شروع نکردم سه شدیم چهارمی رو من اول شروع کردم سه نه قربونت برم بازی رو من شروع کردم تق 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 نمیشه تق 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 بفرمایید الان درسته درسته آقا همه دارن میگن درسته تایید میکنین اوکی نخیر بذار اول بخوریم درسته آقا تق ببین عزیزم یه دو تا 14 ساده من یه دونه بیشتر رفتم درسته من یه دونه چجوری میشه من شروع کردم ایشون یه دونه اضافه رفته آقا یه دو تا ساده ببین تق 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 خب تا اون تق ششمی اوکیه خب تق هفتمی رو من رفتم تق هفتمی که تق هفتمی اینه دیگه الان من تق هشتمی نهمی رو من رفتم بخور آقا ببین بیا دوست باشیم سرم کلا نذاریم بیا اینجا به خدا کلا نذاشتم خب باشه هم اندازه هم رفتیم راست میگه هفت من هفته ایشون دیگه بیا عزیزم نه بخور چیز نمی کنیم که حالا همش هم نه همه رو با بخورین همه شون من مسیرم زیاده
با اجازه بفهمید. اگه کسی میل میکنه من راضیم. خدایی طعمش خوبه. بیاد میخوری؟ خوش بزرده؟ چشم مرسی. اوه اوه اون سیروب گل روز. چسب به اینگاه، چسب دارم میخورم. بر من عالیه. تو چطوری؟ عالی، والا. مشتری شدی آره؟ آره، یه دو تا سه لیتری بذار ببرم. بچه، دو تا سه لیتری برای آقا بذار. رژیمیشو بیشتر. چه خبر؟ نوکرم. خوشمزه است. تو بگو که اوضاع چطوره؟ کارپار خوبه؟ ماستش هم طور شد، بقیهشو ندارد. والا. بازی مرکب رو دیدی؟ چطور بود؟ دیدم. چطور بود؟ الف فیلم و سریال هستی؟ خدایی خیلی قشنگ بود. قشنگ بود؟ خیلی. یعنی به خاطر من یه وقت دروغ نگی. همش این بود. چون من اونجایی هم با آره دیگه میدونم. نه ارسلان تو نه. تعارف نده. زبان اصیلی. پسره به مامانش رو. پسره چقدر غور میزد. خیلی. یه فیلم برامون معرفی کن ما ببینیم. یه فیلم خوب. یه فیلم خوب. سی. سریالمون. سریال سی. سی رو بسی. سی رو بسینیم. بسینیم. پس سی رو دیدی. ایرانی چی؟ ایرانی قورباغه. 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 شما یه فیلم معرفی کن. بذار ساخته بشه. اوکی. کارگردان خودتی؟ من فقط آرزو میکنم هر چه زودتر کنسرت ها را بیفته با امید خدا خواننده های قشنگ من، خواننده های خوش صدای من به روی استیج برگردن، کار اصلیشون رو انجام بدن، مثل آقا مسعود ورق اینو و بازیگران بازیگریشون رو بکنن. انشالله که اتفاق بیفته. هدیه آقا امیر ارسلان رو بیارید بی زحمت. یک یادگاری از طرف برنامه شباهنگی تقدیمت میکنیم. همه رو خورد. وای من اینو به زور تا اینجا خوردم. خدایی خوب بود. نوش جونت. فدات شم. ممنونم. مرسی. چاکرتم عزیزم. حیف آبغوره هر کاری کردم نشد. خیلی متشکرم. دست در نکنیم. امیر ارسلان جان. این یک هدیه ناقابل. خیلی خوب. کاریکاتور خودته به اضافه مسی، سوارز و باز مرسی. خودت. مرسی. در حالی مرسی. گیتار زدن. ممنونم. مرسی. مرتضی تهرانی عزیز همینجا کشیده. مرسی. ازت ممنونم، به افتخارش دست بزنید. مرسی. ممنونم. مرسی. اون مرتضی ماسکشو دیدی؟ یه لحظه پاشو. مد مکس. مد مکس، فیلم مد مکس بود. لعنتی ماسک. کرونا با کلاشیکوف نمیاد که. اینقدر. اون چیزی که تو زدی انگار تو جنگ. جان آها ریش داری بفهم. کفگیر رو بریده گذاشت. خیلی ناقابله. مرسی. ممنونم. در کنارت خیلی به من خوش گذشت. همچنین. ممنونم. از صمیم قلب برات بهترین ها آرزو می‌کنم. انشالله به همه آرزوهات برسی. ممنون. صحبت پایانی داری با مهمونامون انجام. خیلی تشکر میکنم ازتون. امیدوارم که خوش گذشته باشه. به من خیلی خوش گذشت. امیدوارم که همیشه سالم و خوشحال باشید کنار عزیزانتون. ان شاء الله. به افتخار امیر ارسلان جان. ممنونم. مرسی. خیلی ممنون. خیلی ممنونم. مرسی. ماشاءالله به شما، دم شما گرم. ممنونم از امیر ارسلان جان مطهری که در کنار ما اینقدر راحت بود و رفاقتی باش حال کردیم. من همه دوستان عزیز و واقعا دوستشون دارم که افتخار میدم میان اینجا اگه شوخی میکنم به خاطر اینکه فضای برنامه فضای شادی و میدونم چقدر انسانهای با جنبه ای هستن. ممنونم از تک تک شما بچه‌ها. برنامه ادامه داره، میدونم هنوز پر انرژی، تازه میخوایم بریم سراغ مسابقه. سه تا عزیز قراره بیان که من شنیدم که سه تا باحالن و میخوام بهتر کنن. به افتخار خودتون.
سراغ مسابقه ای که بیننده ها دنبال میکنن و منتظرن ببینن امشب در این شباهنگی چه اسطوره و چه هنرمندی قراره به جهان موسیقی معرفی بشه. دیدید که ما چقدر معرفی کردیم و همشون الان مفقود الاثرن. ملت دنبالشونن. تو نخون. اما امیدوارم امشب واقعا یک استعداد ناب معرفی بشه. ما منتظریم بالاخره این اتفاق بیفته. میخوام یک بار دیگه توضیحی بدم در مورد حامی برنامه که قراره بازم از طرف جایزه بدیم. تجربه هیجان و یک طعم جادویی با تیرکس. بمبی از ویتامین های بی که طعمای بسیار متفاوت و جذابی داره، مثل جنسینگ، مثل ویتامین سی و کلاسیک. با نوشیدنی انرژیزای تیرکس یک طعم جادویی رو تجربه کنید و میزان انرژی و هیجانتون رو ببرید بالا. به افتخار تیرکس، یه دست جانانه. سه عزیز اعلام آمادگی کردن، گفتن ما میترکونیم. ما هم گفتیم چشم، این گوی و این میدان تشریف بیارن. به افتخارشون. مسعود انوری هستم. آقا مسعود خیلی مخلصم. خوبی؟ الحمدلله. آدم خوشخنده‌ای هستی یا بسیار جدی هستی؟ بعضی موقعا جدی، بعضی موقعا خوشخنده. الان به نظرت باید جدی باشی یا خوشخنده باشی؟ خوشخنده ان شاء الله. یه خنده خوشگل تو برام برو. از هزار تا فوش بدتر بود. میکروفون بده. ها ها. این خنده الان به یاد میده. خود به نام خدا مسعود جلینی هست. آقا مسعود خیلی چاکرم. عزیزم خوشخنده ای یا جدی؟ نه خوشخنده. برو خنده رو. باری کرد. آجا خیلی مخلصم. من مخلصم. افتخار قدم رو چش من گذاشتی. زنده باشی. خودتون رو معرفی کنی. مسعود دارابی مقدم. چرا همه مسعود شده؟ شما مسعود بودی؟ چه خبره؟ تری مسعود. خیلی جالبه. این اتفاق هر یه میلیون سال یه بار میفته. که در صد بین صد نفر سه تا مسعود داشتیم. آقا مسعود من نمیخواستم بیام ولی منتها کی اصرار کرد؟ دخترام اصرار کرد. کار بسیار خوبی کردن. چرا خودتو اما دریغ میکنی؟ زنده باشی. خودتو نگیر از ما. حیفه. دو روز دنیاست. بخند. فقط آب جوش داری؟ با یه لحظه ترسیدم. بله. بیا خنده برو. نه این خنده خوشگل برو. آها خیلی متین و موقت میخند. خیلی چاکرم. ما با این آقا مسعود شروع میکنیم. شما دو بزرگوار تشریف ببرید، متن ترانه رو دوباره مرور کنید. بفهم شما جا. بله چشم الان چشم بفهم خیلی چاکرم. خیلی مخ بفهم آب جوش بده. خب آقا مسعود، مسعود یک، مسعود دو، مسعود سه. مسعود یک چی میخوای بخونی برامون؟ به به خیلی خوشگل، تمیز، فکر کن هیچ کی نیست، تنها داری برای خود، استرس نداشته باش. استرس داری؟ نه باریکلا. این شما، اینم انوری مسعود. عجله نکن. بی خیال همه من با تو حالم خوبه، فقط بگو راحت چت، من حواسم بهته، کم نشه یه تارمو ازت. نخون بابا، زحمت کشیدت داری آن آخه خواننده ای که شروعش این باشه بگه از این چه انتظاری داری؟ واقعا باید بگی بی خیال همه. عشقم اولا زود شروع کردی. آقا حکیم داشت برات ملودی خوشگل میزد. ببینه دنیا مال همه، بی خیال همه، من با تو حالم خوبه فقط. شنیدی؟ کار سینا جان شعبان خانیه. یه بار دیگه اصلا اونو، اون اجرا رو پاک میکنیم. بفهم
اصلا ملودی الان زده، شروع کن. دنیا مال، دنیا مال همه، بی خیال همه، من با تو حالم خوبه، فقط بگو راحت چت من، حواسم بهت، بگو راحت چت من، فقط ازت بگو راحت چت من. به افتخار مسعود، عالی بود. من بگو راحت چت من. گوش کن این آهنگو، تو رو خدا گوش کن، بفهمید مسعود یک عالی بود و امکان اول شدنش بسیار زیاده. به نظرم عزیز دلم، بله، دارن آبجو شونو میخورن. آقا دیگه یه شام هم میخوای بخور بیا. اون خیلی جدی گرفته آبجوشو، داره صداشو گرم میکنه. اومد آقا مسعود بزرگوار که به اصرار دختراشون تشریف بردن. ما جسارت نمی کنیم. خدمت شما. آهنگتونو منم ببینم. به به، آهنگ مناسب خودته. انتخاب تو دوست داشتم، خیلی به جا بود. خوشگل بخون، اولی که تو دیوار بود. این شما، اینم آقا مسعود دو. شب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم. لا 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 لا، باز امشب در اوج آسمانم. این اوجش بود؟ باشد راضی با ستارگانم. اوج اینجاست. امشب یک سر شوق و شورم، شوق و شورم. از این عالم گویی دورم. نه بوده آروبتر، من دارم می نویسم. از این عالم شادی پرگیرم که رسم به فلک. ما بریم دستشویی. باره چله، هر چی بودی از اولی بهتر بودی. عشق منی، من از دختر خانمتون خیلی ناراحتم. چرا اصرار کردی بیاد؟ ایشون که گفت من نمیام. عاشقتم. به افتخار آقا مسعود عزیزم، قربونت برم، دوباره میبینم اتون. اومد، من دیگه گل کارو گذاشتم آخر دیگه. عالی. نخند دیگه، ما باید بخندیم، تو نباید بخندی. مسعود سه، تو رو خدا، تو آخرین نفری. دارم اوکی. یه جوری میایی میری انگاری که دیرته، از افتادن من جزوی از تقدیرته، میونه همه اخما دلوریت هم میکنی، دلو دورش میکنی، گاهی هم نزدیکته. تقصیر دله، چی ازش اینمون؟ کاشکی بیایی و بشی همسایمون، چی میشه رد بشی از کوچمون؟ تقصیر دله، چی ازش نیست؟ به افتخارت! تو یه آهنگ دیگر رو با این طرف، آفرین! اینقدر ماشاءالله مسلطه، در لحظه ملودی رو، آقا اون اشتباه بود، میگه اون اشتباه میخون خواننده، چی میگفت؟ میگفت که چی میشه رد بشی از کوچمون، یه نگاهی کنی، اصلا فهمیدید اونه؟
چقدر تسلط ده. یه جوری خون نفهمیدین بچه ها. بدون موزیک، بدون موزیک، با همین ملودی برو رپتوری. دستت هم اینجوری کن، از همین اول برو موزیک. فقط یه بچه ها یه کیک ریز بعدم بهش بده. برو. یه جوری میایی میری انگاری که دیرته، دیرته. عذاب دادن من جزی از تقدیرته، تقدیرته. میونه همه اخماد دلبری تن میکنی، دل دورش میکنی، گاهی هم نزدیکته. نزدیکته؟ آره آره آره. چه نگاهی کنی ابرو کمون، تقدیر دل چه از روشون دیر. کاش که بیایی بشی همون دل، همیشه رد میشی از کوچمون. یه نگاهی کنی ابرو کمون، تقدیر دل چه از روشون. آقا مسعودا، آقا مسعودا بیا، مسعودا، مسعودا. هنگیون دختر من اصلا خاطر خواست خیلی با خواستم، چک چک آشق شما. پدر عالی بودا، مرسی که اجازه دادی پدر بیاد. خیلی مخلصم، من عاشق بابا شدم دیگه. رپر جدیدی به کشف دیدی، گفتم ما معرفی میکنیم. اسم تو، اسم هنری تو چی میذاری؟ مثلا مسعود چی؟ یا اسم خفن بگو. خوفناک. مسعود ورق خوبه. مسعود ورق خوبه. خوبه؟ چی؟ مسعود ورق. مسعود ورق، به افتخار مسعود ورق. بچه ها من از شما خواهش میکنم، حالا ایشالله که من اگه بتونم خودم سرمایه گذاری کنیم، یه آهنگ مسعود ورق بده بیرون، ترانه هم شما ورقا دیگه لطف. میگم باید به استودیو کرده. استودیو هم استودیو آقا مسعوده. خب رای گیری میکنیم. دست هم رو سمت هر بزرگواری بردم. میزانی که از انرژی و اجراش لذت بردید، ماسکا رو ببرید بالا من بتونم بشمارم. لطفا دست نزنید. البته به هر سه عزیز هدیه میدم، اما هدیه ویژه تر تقدیم به نفر اول میشه. آقا مسعود بزرگوار، پدر عزیزمون، آفرین به شما. آقا مسعود حال کردی؟ من واقعا توقعی اینقدر رأی نداشتم. درود بر شما. بفرمایید. بیش از یک سوم سالن به شما رأی دادن. چشات فقط ازازی چشاتو ببچ. مسعود طلا، مسعود طلا. دوستانی که به ایشون رأی دادن موزیک گوش میدن یا نه مثل مسعود و مسعود ورق. آقا مسعود حال کردی؟ دیدی خدا وکیلی به من اعتقاد دیدی داشت میومد، گفتم مخصوصا آقایی که پیرهن سفید پوشیده. آقا مسعود یه تشکر ویژه برو، من برم جایزه بیارم. از همه شما متشکرم. ممنون. از طرف حامی مالیمون نوشیدنی انرژیزای ترکس، انرژیتون پایینه یا بالاست الان آقا مسعود؟ بالا. بالاست، دمتون گرم. هم چند تا از محصولاتش رو تقدیم میکنم، هم کارت هدیه خیلی ناقابله، همین که اومدی قدم رو شش ما گذاشتی. آقا بله 100%. نه نه اون برای اون میگم، برای میگم بگو من حالا چون ایشون گفته میگم حلال نیست، شوخی میکنم. چاکرتم، همین که اومدی دمت هم گرم. و هدیه ویژه آلون نوشیدنی انرژیزای ترکس برای شما هدیه آوردند از آن طرف آب ها. تو همونجوری بگو دیگه، بگو درود بر آنها. درود بر آنها، همونی که گفتم و گفت. خیلی ناقابله، ایشالله 120 سال سایت بالا سر خانواده باشه. به زودی آهنگاتو بشنوم، من که کنسرتت حتما میام. باید بیلی بورد زده عکسش اینجوری، مسعود ورق برج میلاد. خیلی چاکرم، خیلی چاکرم. بهترین حالو براتون آرزو میکنم، به افتخارشون دست. Oh,
بچه ها، مرسی عزیزای دلم، بازم از هر سه عزیز ممنونم، اینقدر با جنبه و باحال بودن که اجازه دادن من باشون شوخی کنم. خدا رو شکر که بهترین ها و باحال ترین ها با جنبه ها میان برنامه ما. دمتون گرم. سپاس ویژه از تک تکتون بابت انرژی بالاتون و اینکه در کنار شما به ما که خیلی خوش گذشت. امیدوارم که یک کوچولو به شما هم خوش گذشته باشه. از بیننده های عزیزم هم ممنونم که تا این لحظه ما رو تحمل کردید. ما رو تماشا کردید. تمام تلاش من و دوستانم اینه که یک کوچولو بخندید، از این دغدغه ها و از این خستگی کار و اینا رهایی پیدا کنید، لم بدید بشینید ما رو تماشا کنید. چه افتخاری از این بیشتر برای ما که بتونیم دل شما رو شاد کنیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. تا شباهنگی بعدی، اتفاقای بعدی، همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم. به امید دیدار. یا علی مدد. خدا نگهدار.